درود بر شما عزیزان، فراموش نکنید که با سابسکرایب، گذاشتن کامنت و لایک کردن ما را در انتشار اخبار مرتبط با انقلاب ایران حمایت میکنید. قبل از اینکه این ویدیو رو مشاهده کنید توضیحی در حد 30 ثانیه بدم که نشست زن زندگی آزادی چشماندازی برای ایران با حضور سه چهره مخالف جمهوری اسلامی صبح روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد. همونطور که میدونید کنفرانس امنیتی مونیخ امسال به جای مقامات جمهوری اسلامی میزبان مخالفان جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی بود که به همراه سناتور رابرت منندز و هانا نیومن، دو قانونگذار آمریکایی و اروپایی در یک نشست به بررسی موضوع ایران و اعتراضات ماهای اخیر پرداختند. در این نشست صحبت‌های بسیار مهمی زده شد که پیشنهاد می‌کنم حتما تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. به امید پیروزی ایران و نابودی رژیم جمهوری اسلامی. جنبش سبز رو داشتیم. رویدادهای سال 2019 رو و 2018 رو هم داشتیم. اما چیزی قابل مقایسه با این چند ماه اخیر نبوده و دلیلش اینه که مردمی که در خیابون ها اومدن و با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای مخالفت خودشون رو اعلام کردن، دیگه چه کار کردن؟ اومدن تندیس ها، مجسمه ها، تصویر های بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی و قاسم سلیمانی رو هم سرنگون کردن، نابود کردن. اما چیزی که متفاوته اینه که چیزی که نیروی محرکه و جرقه شروع این اعتراض ها شده زن ها بودن. بعد از اینکه مهسا امینی در بازداشت کشته شد زن ها به خیابان ها ریختن و به صورت صلح‌آمیز نه تنها اومدن روسری های خودشون رو در هوا چرخوندن، بعد اومدن موهای خودشون رو به اعتراض کوتاه کردن. دانشجوها، دانش آموزا خیلی روشن شعار دادن ما جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخوایم. بنابراین این یک موج واگیرداری بوده که همه رو دخیل و درگیر خودش کرده. مردمی که خواستار آزادی جنسی هستند، برابری مرد و زن هستند و همه دیگر حقوق بشر. قبل از هر چیز بگم که خیلی خوشحالم که برای اولین بار اینجا دیکتاتورهای از ایران نمیبینم، بلکه کنفرانس امنیتی مونیخ مردم ایران رو دعوت کرده، اپوزیسیون رو دعوت کرده، اونهایی که نه فقط به حجاب اجباری نمیگن بلکه به جمهوری اسلامی هم نمیگن و این باعث خرسندی منه. این قدم اول. اما برای اینکه به سوال شما برگردیم، نمیدونم چند زن اینجا هستن. یه سوال خیلی ساده میخوام ازتون بپرسم. اگر شما از کشوری بودین که دولت شما میومد به شما میگفت که موهاتو باید بپوشونی، اگر شما اون کسی بودید که شلاق می‌خوردی، کشته می‌شدی، به تجاوز می‌کردن، نه فقط برای اینکه موهاتو خوب نپوشوندی، واکنش تو چی می‌بود؟ انقلاب می‌کردی. این کاری که مردم ایران دارن می‌کنن. ولی خب خیلی روشنه که ما فقط علیه حجاب اسلامی نمی‌جنگیم، همونطور که نازنین گفت. هممون می‌دونیم که حجاب اجباری یکی از ستون‌های اصلی این دیکتاتوری مذهبی است. برای ما، برای میلیون‌ها ایرانی، حجاب اجباری یک دیواری است و اگر این دیوار رو بشکنیم، این دیکتاتوری اسلامی، این دیکتاتوری مذهبی، این جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. برای همین است که زنها شانه به شانه مردان دارن میگن که دیگه بسه. این قرن 21 جمهوری اسلامی نه فقط زنها رو مجبور میکنه که خودشون رو بپوشونن در ایران، بلکه دارن سیاستمدارهای خارجی رو، وقتی شما از پارلمان اروپا به کشور زیبای ما برید، مجبورتون میکنن که موهاتون رو بپوشونید. بنابراین مردم رو دارن مجبور میکنن، زنها رو دارن به عنوان شهروند درجه دو باش رفتار میکنن. کشتار، قتل، شکنجه در دی ان ای این رژیم هست، در ماهیت این رژیم هست و برای همه میخوایم سرنگونش کنیم. فکر میکنم مهمترین سوالی که همه ما داریم اینه که چه اتفاقی میفته اگر که رژیم سرنگون بشه؟ چطور این خلأ رو پر میکنید؟ کی این خلأ رو پر میکنه؟ برای چهار دهه کشورهایی که امروز خانه بسیاری از ایرانی ها شدن، نسل اول بعد از انقلاب که باید فرار میکرد از ایران و شاید الان نسل سوم ایرانی ها دارن در این کشورها به عنوان شهروندان آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، کانادایی زندگی میکنن، وقتی ببینید که چه نقشی ایفا کردن در کشورهای شما به عنوان پزشک، به عنوان مهندس و غیره، تصور کنید چطور
اینها از اینجا سر در آوردن به جای اینکه در کشور خودشون باشن به کشور خودشون خدمت کنن. چه چیزی مانع از این میشه که اونها به کشور خودشون خدمت کنن؟ رژیمی که اونها رو به تبعید فرستاده. بنابراین یک ایران متفاوت به این معنی خواهد بود که فوراً متحدانی خواهیم داشت که به همون اصولی برخورد معتقد هستند، اصول آزادی که اینجا در کشورهای غربی پیاده میشن و متاسفانه نه در کشور زادگاه ما. بنابراین وقتی که این رژیم تغییر کنه، شما نه فقط بلافاصله مشکلاتی که این رژیم ایجاد کرده محو میکنید، همونطور که کریم بهش اشاره کرد بیشتر، اما مردمی هم که مثل شما هستند، مردمی که میخوان با شما همکاری کنند، مردمی که به دنبال راه حل مشکلاتی هستند که همه ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده، اینها در ایران مستقر خواهند شد و طرف صحبت شما خواهند شد. بنابراین من خیلی نگران هستم مثلا مسئله اکولوژیک و محیط زیستی در ایران، و به خاطر کمبود آب شاید ما شاهد مشکلات بیشتر خواهیم بود، مخاصمه های بیشتر خواهیم بود، که البته مشکل ایرانی نیست، مشکل منطقه‌ایه. بنابراین ما باید بتونیم با همسایگان خودمون همکاری کنیم، باید بتونیم بهترین دانشمندان که در واقع اسرائیلی هستن در این حیطه بتونیم باهاشون همکاری کنیم، ازشون استفاده کنیم، با سعودی ها، با اسرائیلی ها، با همه همسایه هامون. یک ایران متفاوت با همه اینها به عنوان شریک کار خواهد کرد برای ثبات منطقه‌ای که این کلید توسعه اقتصادی است، کلید پاسخ دادن به نیازها و نگرانی‌های انرژی در غرب هست. ایران میتونه تامین کننده این انرژی باشه تا شما دیگه هر زمستان هدف باجگیری انرژی از جانب روسیه نباشید که بگن ما شیر گاز رو میبندیم برای شما. بنابراین ایرانی خواهد بود که میخواد با شما کار کنه و ایرانی خواهد بود که مثل شما فکر میکنه، و دقیقا برای همین اینجا هستیم. همونطور که مسیح گفت، همونطور که نازنین گفت، بعد از بیش از 40 سال بالاخره جهان داره به صدای آلترناتیو، صدای جایگزین گوش میده از ایران، به جای اینکه به صدای اونهایی گوش بده که خود مشکلات رو ایجاد کردن. بنابراین این پیام رو میخوایم منتقل کنیم به جهان که از ما حمایت کنید با حد اکثر سرعت بیشتر تا این وضعیت رو در اسرع وقت حل کنیم، یک آینده دموکراتیک و سکولار برای ما داشته باشیم، رقم بزنیم تا جهان تغییر کنه، جهان رو تغییر کنیم، همونطوری که این رژیم متاسفانه جهان رو به نحو منفی البته تغییر داده. سناتور منندز، رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا، نیاز هست که پاسخی داده بشه به نقش منفی و مخرب ایران در زمینه انرژی، در زمینه بی‌ثباتی، در زمینه هسته‌ای. شاید ایران بیش از هر کشور دیگری شهروندان آمریکایی رو به گروگان گرفته باشه در جهان و فعالانه تلاش میکنه و تلاش کرده که مقام‌های سابق ارشد آمریکایی رو بکشه. بنابراین من کنجکاو هستم که آیا شما موافق هستید آقای سناتور منندز با خیلی از چیزهایی که از اکتیویست‌های ایرانی اینجا میشنویم، اینکه یک تحول در ایران، یک تغییر حکومت در ایران این مشکلات رو که ذکر کردم حل خواهد کرد. شما تأثیر این دینامیک سیاست داخلی ایران رو چطور می‌بینید برای منافع آمریکا؟ متشکرم از تو کریم، سوزان و کنفرانس مونیخ که منو دعوت کردید در این پنل. برای بیش از 2 دهه در کنگره آمریکا من تمرکزم روی ایران بوده، و ایرانی که امیدواریم که یک روز شاهدش باشیم به عنوان یک کشور دموکراتیک، جایی که امیدها و آرزوهای مردمش محقق بشن. من واقعا اعتقاد دارم کسانی که فکر میکنن که این اعتراض بیش از 150 روز اخیر فکر میکنن که مثل دوره‌های قبلی هست، من به شما باید بگم که به شدت و به جد اشتباه میکنید. همونطور که دوستان ما گفتند، زنها اینجا دارن رهبری اعتراضات رو ایفا میکنن، و وقتی که زنها رهبری رو داشته باشن شاهد تفاوت قابل توجهی هستیم در وضعیت و یک تحول بسیار شگرفی اتفاق میفته، و فکر میکنم همین بوده که دیدگاه مردم ایران رو عوض کرده. اینکه نه اینکه حالا رژیم چیکار میخواد بکنه، بلکه بعد رژیم کی بر سر کار خواهد اومد و چه اتفاقی خواهد افتاد. و فکر میکنم که این ما رو میبره به سمت بررسی این امکان که ایران به عنوان کشور دموکراتیک، سکولار،
عضوی از خانواده جامعه جهانی چه شکلی خواهد بود؟ کشوری که متکی باشه به غنای داخلی خودش بدون اینکه تهدیدی باشه برای جهان. بنابراین فکر میکنم که این فرایند کنونی یک فرصتی است. اگر که ما این فرصت رو غنیمت بشماریم، ما فرصت جنبش سبز رو از دست دادیم، نباید دوباره چنین اشتباهی بکنیم. و من به همکارانم میگم اونهایی که نگران یک رویارویی هستند، من به اون همکارانم میگم که ما باید که از مردم ایران دفاع کنیم و متاسفانه رژیم ایران به انواع مختلف چهره خبیث و پلید خودش رو نشون داده، از جمله در برابر مردم خودش. و به نظر من الان وقت اون است که جامعه جهانی مصمم علیه این رژیم و در حمایت از مردم ایران اقدام کنه. این یک لحظه تعیین کننده است. به هانا نویمن بریم. هانا، بسیار از ایرانیان داخل و خارج از کشور استدلال میکنند که بعد از 44 سال، این ماه 44مین سالگرد انقلاب اسلامی رو داشتیم، میگن که این رژیم بالاخره ثابت کرده به همه که قابلیت اصلاحات معنادار و واقعی رو نداره. فکر میکنید که آیا اروپایی هم به همین نتیجه رسیدن؟ از صبح همه شما بخیر. فکر میکنم اون چیزی که مردم شجاع ایران در این 4 ماه اخیر نشون دادن، که البته صدای دیاسپورا ایرانیان خارج از کشور رو هم که این امتیاز رو دارن که بتونن آزادانه تر صحبت کنن، این بوده که به همه دنیا نشون دادن که این رژیم تا چه اندازه وحشی و وحشیانه رفتار میکنه با مردم خودش. رژیمی که خیلی به روشنی در کنار پوتین ایستاده در یک تعرض دیگر که برای ما در اتحادیه اروپا مایه نگرانی جدی هست به نحو دیگری. اما الان همونطور که رضا پهلوی گفت، خیلی روشنه که اگر این رژیم دیگه بر سر کار نباشه، خب جایگزین او چه خواهد بود؟ و من خیلی خوشحالم و خرسندم به واسطه تصمیمی که کنفرانس امنیتی مونیخ گرفت و گفتن ما دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی رو دعوت نمی کنیم، بلکه میایم سعی می کنیم بفهمیم که آلترناتیو، جایگزین این رژیم چه خواهد بود. بعضی از این صداها رو اینجا داریم در این سالن. ما میشنویم که در ایران اتحادیه‌های دانشجویی، سندیکاهای کارگری دارن مانیفست ها و بیانیه‌های روشنی صادر میکنن و خواستار همه پرسی میشن، خواستار تغییر میشن. بعد برای چیزی که داریم میبینیم که این اعتراض ها داره سیاسی تر میشه و تقاضای خیلی روشنی رو هم دارن مطرح میکنن. بنابراین گروه های مختلفی رو میبینیم، مثلا نسرین ستوده رو میبینیم که تحت فشار بسیار بسیار زیادی هست که با CNN صحبت میکنه. بنابراین همه دارن بیرون میان، خیلی سیاسی حرف میزنن و دارن خیلی روشن با وجود گوناگونی ها و تنوع جایگزین های مختلف رو مطرح میکنن. اما اتحادیه اروپا چه خواهد کرد؟ پارلمان اروپا خیلی روشن موضعش رو بیان کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه آلمان هم خیلی روشن بوده، پارلمان هلند خیلی روشن بوده. اما از سوی دیگر، همونطور که شما به 44مین سالگرد انقلاب نشون دادید، ما سفرای اوکراین و لهستان رو داشتیم که دست رئیسی رو فشردن. بنابراین ما در اتحادیه اروپا از یک طرف میگیم که این رژیم نماینده مردم ایران نیست، و از طرف دیگه بعضیا دارن همچنان تلاش میکنن که چطور با این رژیم سر و کار داشته باشن و داد و ستد داشته باشن. برای همین ما باید که نگاه خودم رو متحول کنیم و هر چه زودتر و بیشتر ببینیم که جایگزین های این رژیم چه خواهد بود، تغییرات سریعتر خواهد بود. و فکر میکنم این که ایران طرف روسیه رو گرفته، این فرایند رو تسریع خواهد کرد. سوالی از هر دوی شما دارم. پرزیدنت بایدن صحبت هایی کرد که قرار بود که ضبط نشه و پخش نشه، ولی خب گفتش که توافق هسته ای در واقع مرده، برجام مرده. و آقای گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم گفتش که برجام تبدیل شده به یک پوسته خالی. آیا شما با این ارزیابی موافق هستید و سیاست آمریکا آیا به این واقعیت جدید خودش رو باش تطبیق داده؟ من شروع کنم؟ بفرمایید. من فکر میکنم که بایدن با این اظهار نظر خودش به مؤدبانه‌ترین نحو ممکن
جواب داد به کسایی که میخواستن برجام رو احیا کنن. این تفسیر من هست، شاید آقای منندز بهتر بدونن، ولی من با این ارزیابی موافق هستم که در حال حاضر برجام یک پوسته میان تهی هست. در واقع ایران سال گذشته دو بار، ماه مارس و ماه سپتامبر، از یک توافق تقریبا انجام شده دور شد و از میز مذاکره کنار رفت. چیزی که ایران به دنبالش هست روشنه: مشروعیت بین المللی، توجه، پول، فرش قرمز در عرصه جهانی. اما خب ما میبینیم که اونا واقعا نمیخوان این رو امضا کنن و من نمیتونم الان تصور کنم که بیایم باشون دست بدیم و تحریم ها رو برداریم. در واقع کاری که یک برجام خواهد کرد این خواهد بود که این رژیم رو داره، این رژیم رو تثبیت خواهد کرد، در حالی که مردم خود اون کشور دارن سعی میکنن که سرنگونش کنن. بنابراین من میگم که تا زمانی که این رژیم داره مردم خودش رو میکشه، ما نباید برگردیم به میز مذاکره. اما بخش دیگر سوال شما، این سوال مشروعی هست که اگر برجام نباشه چی میشه؟ این سوال مشروعیه، چون اگر این رژیم قاتل به سلاح هسته‌ای برسه، خطر بزرگی خواهد بود. ما نیاز داریم به یک پلان بی، به یک برنامه جایگزین. برای اینکه چطور میشه بریم به میز مذاکره و بعد همه تخم مرغ‌ها رو در یک سبد بگذاریم و اون وقت نتونیم موفق بشیم؟ بنابراین باید که یک برنامه دومی هم داشته باشیم. همزمان نباید مذاکره کنیم تا زمانی که این رژیم داره مردم خودش رو میکشه. و بهترین راه برای حل مشکل هسته‌ای اینه که از شر این رژیم خلاص بشیم. من برای برجام اول رأی ندادم، به نظر من یک اشتباه بود. اون برجام هیچ کاری برای فعالیت‌های مخرب و پلید دیگر ایران نکرد، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در همسایگان خودش در منطقه نکرد. اون برجام کاری برای نیروهای نیابتی ایران در دیگر نقاط جهان نکرد و کاری هم درباره نقض حقوق بشر در ایران نکرد. بنابراین من از اون برجام حمایت نکردم و فکر نمی‌کنم که این احیای برجام هم هیچ معنایی داشت، چون به نظر من حتی از اون برجام اولی بدتر می بود در ارتباط سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی. من با صحبت‌های خانم نویمن موافق هستم و بارها به این دولت گفتم باید یک پلان بی یا یک برنامه دومی باشه. خود ایرانی‌ها به نظر من از اون چیزی که یک توافق خوب برای اونها می بود کنار رفتن و از میز خودشون رو کنار کشیدن. بنابراین ما در جواب باید بگیم که نه، دیگه اون برجام دیگه نیست، تموم شد، رفت. و دو، باید منطقه رو هماهنگ کنیم در یک حرکت دفاعی موشکی هماهنگ شده که به ایران یک پیام روشن بفرسته در این زمینه. و فکر می‌کنیم که باید تحریم‌های خودمون رو هم چند کشوری کنیم، یعنی اروپایی‌ها باید به ما ملحق بشن. میدونم که برای مدت زمان طولانی اروپایی ها این آرزو رو داشتن که ایران در چارچوب بین المللی یه جوری بازی کنه، نقش بازی کنه، ولی خب این دیگه تموم شده. باید بفهمن که تنها با چند جانبه کردن تحریم ها علیه رژیمی که مردم خودش رو میکشه میشه جلو رفت. و در نهایت فکر میکنم که باید تلاش‌های جدی‌تری داشته باشیم برای اینکه پاسخگو کنیم رژیم رو برای شمار انبوه افراد دستگیر شده، اعدام شده. و خب این باید یک پیامدی براش متصور بشیم و انجام داشته باشه در عرصه جهانی. ما باید یک پیام روشنی بفرستیم که این رژیم ماهیتش چی است. ببینید، من هم و خیلی از ما فکر می‌کنیم که اگر واقعا یک ایران بدون بمب می‌خواید، نمیگم بیاین به ایرانی‌ها کمک کنید، نمیگم که اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها باید دموکراسی برای ایران به ارمغان بیارن. شما باید بفهمید که وقتی مردم ایران دارن رژیم رو تکون میدن و متزلزل می‌کنن، شما باید از دست دادن با نمایندگان و مسئولان این رژیم پرهیز کنید. در سال 2009 بله، مردم در خیابون‌ها بودن و اوباما رو دعوت می‌کردن که از اونها حمایت کنه، ولی اوباما همزمان داشت با نیروهای رژیم، مقامهای رژیم دست میفشرد و تلاش میکرد که باشون به توافقی برسه. در همه این سالها که اروپایی‌ها تلاش کردن با ایران به توافق برسن، به کجا رسیدن؟ به هیچ جا. بنابراین وقت این شده که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با مردم ایران به توافق برسن، نه با حکومت ایران. و مسیر ما خیلی روشنه. مردم ایران تغییر رژیم میخوان. نمیخوایم که شما بگید رژیم چینج، شما نمیخوایم بگیم تغییر رژیم، چون شما ممکن
ممکن از این عبارت خیلی بترسید، اما میخوایم که شما در سمت درست تاریخ بایستید. ببینید، ایالات متحده و دیگران موفق شدن که جمهوری اسلامی رو از کمیسیون جایگاه زن در سازمان ملل اخراج کنید. و طنز تلخ این قضیه رو ببینید که جمهوری اسلامی اونجا یک صندلی داشت. بنابراین ما میخوایم که شما همون اندازه‌ای با هم متحد باشید که حکومت‌های دیکتاتوری با هم متحد هستند، و جمهوری اسلامی رو از همه این سازمان‌ها اخراج کنید. در مرحله اول ایالات متحده سپاه پاسداران رو به عنوان سازمان تروریستی به رسمیت شناخته. من نمیفهمم چرا اتحادیه اروپا چنین نمی‌کنه. دوم، این یک رهبری است، انقلابی است که زنان رهبری اون رو بر عهده دارن. اروپایی ها غربی ها میگن ما طرفدار دموکراسی هستیم، طرفدار برابری هستیم، طرفدار کرامت انسانی هستیم. خب این یک فرصت تاریخی است و به نظر من کشورهای غربی باید با هم متحد بشن، یک تظاهرات راهپیمایی بین المللی زنان برای حمایت از زنان ایران داشته باشن. الان رژیم ایران داره پهپاد میفرسته به پوتین که اوکراینی های بیگناه رو بکشه. من به یاد دارم دوستم گری کاسپاروف برای سالها و سالها هشدار میداد به باقی جهان درباره خطر رژیم پوتین، و کشورهای غربی میگفتند نه، پوتین رفته گرجستان، ما که گرجی نیستیم، پوتین رفته سوریه، ما که سوری نیستیم. ولی الان پوتین در قلب اروپا است. بنابراین همین اتفاق دوباره خواهد افتاد. اگر اقدام قوی نکنید علیه جمهوری اسلامی، باور کنید سپاه پاسداران میاد به خاک آمریکا، میاد به خاک اروپا برای کشتن نه فقط ایرانی ها که تا اینجا هم دارن این کار میکنن و کردن، برای سالها و سالها در خارج از ایران. بنابراین پلان بی، برنامه جایگزین، باور کنید مردم ایران متحدان بهتری از این ملاهای عقب افتاده برای شما خواهند بود. و یک ایران بدون جمهوری اسلامی میتونه به بقیه جهان کمک کنه که جای بسیار امن‌تری باشه. ما همین الان داریم فکر میکنیم که ایران بدون جمهوری اسلامی چه شکلی خواهد بود. آیا غرب هم همین باور رو داره؟ آیا تحریم خواهند کرد اینها رو؟ یا اینکه باز خواهند خواست که با این رژیم مذاکره کنند؟ برای ایران بدون جمهوری اسلامی آماده بشید. میخوام از این فرصت استفاده کنم، چون که دو عضو پارلمان هم داریم اینجا. مردم ایران با همدیگه متحد هستند و توقعشون از جامعه جهانی حمایت فراجناحی از آرمان‌های مردم ایران هست. حالا شما چه فرانسوی باشید، چه آلمانی باشید، چه آمریکایی باشید، در هر عرصه‌ای که فعالیت سیاسی دارید، مردم ایران توقع حمایت دارن از شما. و برای همین است که ما به نمایندگان همه کشورها داریم میگیم که شما همون گونه که از ما انتظار دارید به عنوان مردم ایران متحد باشیم، ما هم از شما توقع داریم که در حمایت خودتون از مردم ایران یک پارچه باشید. بنابراین از فرصت‌ها استفاده می‌کنیم که با نمایندگان پارلمان، رهبران، دولت مردان مختلف صحبت کنیم تا ببینیم که دقیقاً چه کار میشه کرد. صرف نظر و فراتر از فشار حداکثری و تحریم‌ها، همزمان امیدوار به حمایت حداکثری از مردم ایران هستیم. مثلا دسترسی به اینترنت خیلی مهمه. یک صندوق تامین مالی برای حمایت از اعتصاب کننده ها خیلی مهمه، و راه حل های این چنینی. و اینها تنها میتونه نتیجه بحث های این چنینی باشه. اونهایی که با تماس مستقیم دارن با اکتیویست ها در داخل ایران، ایده هایی مطرح کنن، همونطور که مسیح و نازنین داشتن میگفتن. چطور میتونیم توانمند کنیم جامعه مدنی ایران رو؟ چطور میتونیم اکتیویست ها رو توانمند کنیم؟ و چطور ایرانیان خارج از ایران میتونن در این حیطه نقشی ایفا کنن؟ و این پلان بی یا برنامه جایگزین که همه داریم راجبش صحبت میکنیم باید شروع بشه. 40 سال گذشته، کاش زودتر شروع میکردیم، ولی خوشحالم که بالاخره این فرصت فرا رسیده. و باید اطمینان حاصل کنیم که همه ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم، و همزمان امیدوار هستیم که طرف مقابل هم وظیفه خودش رو انجام بده. و خب بحث‌های اینچنینی میتونن به ما راه حل‌هایی نشون بدن که به بهترین وجه استراتژی خودمون رو پیاده کنیم، و هزینه انتقال، هزینه گذار برای مردم ایران رو به حداقل برسونیم و سرعت گذار رو حداکثر کنیم. برای اینکه هر روزی که بگذره این هزینه بقای جمهوری اسلامی برای مردم ایران و برای جهان
بیشتر خواهد بود. من هم خیلی موافقم با چیزی که مسیح گفت. همونطور که کریم و دیگران هم گفتن، ما الان 44 ساله که داریم مطالعه میکنیم این رژیم و الان دیگه میشه با قاطعیت گفتش که امکان اصلاحات برای این رژیم مرده. ستونهای این رژیم به این گونه شالودشون ریخته شده و نمیشه اون رو اصلاح کرد. همونطور که سناتور منندز پیشتر گفتش که این انقلاب به رهبری زنان یک جنبشی است که میتونیم ببینیم. همونطور که مورخان، شخصیت‌های دانشگاهی گفتن، هر وقت که زنها نقش رهبری داشته باشن در انقلاب، احتمال موفقیت اون بیشتر خواهد بود. بنابراین ما هم به عنوان جامعه بین‌المللی باید حمایت کنیم از معترضان. چطور این کارو میکنیم؟ همونطور که مسیح گفتش که باید نشون بدیم که داریم از یک جامعه مدنی ایران رو داریم توانمند میکنیم و رژیم رو ناتوان. من از International Women in Power and Leadership هستم، از هامبورگ در آلمان. میخواستم از شاهزاده رضا پهلوی بپرسم. میدونید که مانیفست یا منشور زنان ایران، زن زندگی آزادی است. و میدونید که ما در یک جامعه مرد سالارانه زندگی میکنیم و میخوام بدونم که جایگاه زنان در ایران رو چگونه نمایندگی میکنی؟ چون مسیح واقعا داره مبارزه میکنه، نازنین داره خیلی مبارزه میکنه، اما موضع شما چی هست؟ شما همواره میگید زن زندگی آزادی، اما زنهای ما رو در آینده ایران کجا میبینید و چطور میبینید و چه کار خواهید کرد برای اونها؟ متشکرم. خب من به عنوان پدر سه دختر، اگر از همسر من بپرسید، فکر نمی کنم که شما یک فمینیستی بزرگتر از من برای حمایت از زنان ایران پیدا کنید و فکر کنم مسیح هم با من موافق باشه. این فقط لفظی نیست، این یک باور بنیادی هست. اولین قربانیان این رژیم زنها بودند که فوراً پس از انقلاب تبدیل به شهروندان درجه دوم شدند و خب این رو نمیشه به هیچ صورتی تصور کرد. تضمین برابری و پایان هر گونه شکل تبعیض چی خواهد بود؟ حاکمیت قانون و قانون اساسی که در نهایت مبتنی باشه بر منشور حقوق بشر، منشور بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر. و این واقعیت که زنهای ایران امروز دارن رهبری میکنن انقلاب رو، یک پاسخ تبعیض است به اون اتفاقی که برای اونها افتاد، اون ظلمی که علیه اونها ایجاد شده از جانب رژیم. نمیتونیم یک کشور رو تصور کنیم، مخصوصا کشوری که مثل ایران درصد بیشتری از زنها در اون تحصیل کرده هستند، که اینها بخشی از بازسازی کشور ما نباشند. زنها همواره هسته ثبات و هسته نهاد خانواده هم بودند. و من همیشه میگم که چالش ما شاید در وهله اول ایجاد ساختار سیاسی اول نیست، بلکه اینکه جامعه مدنی بتونه از بازگشت به دیکتاتوری پیشگیری کنه. اما به نظر من چالش بزرگتر اینه که یک فرهنگ درست رو ایجاد کنیم، که البته شاید اتوماتیک نخواهد بود، اما کجا شروع میشه؟ از خانواده شروع میشه. مردسالاری یا هر اسمی که بهش بزنید، بگذارید شوونی اسم مردانه یا هر چی که بهش بگیم، این در خانواده شروع میشه. و این مبارزه باهاش هم نیاز هست که حمایت مردان جامعه رو داشته باشه. و شما این رو امروز میبینید، زنها امروز تنها نیستن، شوهرانشون، پدرانشون، پسرانشون، برادرانشون دارن از اونها حمایت میکنن. بنابراین این جنبش الان حمایت مردان ایرانی ها هم ازش برخوردار هست. این در واقع یک جنبش آزادی خواهی ایرانی هست که در خدمت همه هست. و من خرسند هستم از اینکه زنها دارن رهبری میکنن این جنبش رو، چون این رو به جهان نشون میده که اگر ایران بتونه بر مبنای این انقلاب بی سابقه در جهان
به حق خودشون برسن، انقلابی که تا اونجایی که من میدونم مشابهی در تاریخ نداشته، میتونیم همه این مسائل رو حل کنیم، چون این فقط لفاظی نیست، این مبتنی هست بر یک باور حقیقی. و تبعیض علیه زنان شاید فاحش‌ترین و آشکارترین نوع تبعیض در جمهوری اسلامی بوده و ما باید این رو محو کنیم. میخوام به خواهرم در عراق صحبت کنم. خواهر من، همونطور که میدونید ما یک دشمن مشترک داریم در خاورمیانه، جمهوری اسلامی هست. ببینید، بزرگترین شعارها در اعتراضهای لبنان علیه جمهوری اسلامی بود، بزرگترین شعارها در اعتراضهای عراق علیه قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی بود. بنابراین خاورمیانه باید علیه دشمن مشترک متحد بشه. اما برای اینکه یک گذار بی نقص یا کم نقص داشته باشیم، میدونید سالهاست که جمهوری اسلامی داشته که اپوزیسیون خودش رو بینش جدایی مینداخته، اونو متشتت میکرده و همواره این روایت رو داشتن که آره اگر جمهوری اسلامی بره ایران هم سوریه میشه، ایران هم عراق میشه. ولی ما باید به تاریخ خودمون نگاه کنیم و همین الان اپوزیسیون ایران داخل و خارج ایران با هم متحد هستند، با یک حس اتحاد بین کردها، ترکها، بلوچها، مردها، زنها و ایرانیهای خارج از کشور. و من معتقدم که الان سه عضو این ائتلاف رو اینجا داریم. ما مانیفست خودمون رو، منشور خودمون رو نوشتیم بر اساس حقوق بشر، بر اساس حقوق جامعه LGBT، اقلیت‌ها، زنها. و الان وقت اون فرا رسیده برای رهبران کشورهای دموکراتیک که با اپوزیسیون ایران بدون هیچ ترسی ملاقات کنن. و این گونه است که میتونیم یک گذار بی درد سر به یک دموکراسی سکولار داشته باشیم. میخوام این رو هم بگم که اگر واقعا به دنبال ثبات در منطقه هستید، نمیتونید برید با یکی از بی ثبات کننده ترین رژیم های تاریخ مذاکره کنید. من تحسین میکنم مردم اوکراین رو وقتی که در جهان سفر میکنم، میگم یه چیز رو نمیتونید بخرید، میتونید سلاح آمریکایی بخرید، اما نمیتونید شجاعت و تعهد برای آزادی کشورتون، اون چیزی که مردم اوکراین نشون دادن، اونو نمیتونید بخرید. و من ادای احترام میکنم به اوکراینی ها. نه، از نظر من میدونید نمیشه. خانواده من از دیکتاتوری فرار کردن، من میفهمم این یعنی چی. و بنابراین در 30 سالی که در کنگره آمریکا بودم و در این سالهایی که رئیس کمیته روابط خارجی بودم، تلاش من حمایت از آزادی و دموکراسی در سراسر جهان بوده. بنابراین نمیشه به توافق رسید با دیکتاتورها و رژیم‌های خودکامه، حالا چه پوتین باشه که داره در قرن 21 اروپا رو بی‌ثبات می‌کنه، یا ایران. و مهار کردن هم هرگز جواب نمیده با موفقیت. مردم ایران نشون دادن که، و وقتی میگم ایرانی‌ها، رژیم ایران، رژیم تمام جنبه‌هایی که اشتباه هست ماهیتش رو نشون داده، تلاش کردن که کل منطقهشون رو بی‌ثبات کنن با خشونت. نیروهای نیابتی تروریستی دارن در کشوری که بعضی از غنی‌ترین منابع نفت و گاز داره، ادعا میکنن که به دنبال انرژی هسته‌ای هستن برای انرژی، و البته رفتن به سمت سلاح هسته‌ای. نمیشه بهشون اعتماد کرد و البته مردم خودشون رو سرکوب میکنن، اعترافات ساختگی، محاکمه های نمایشی، شکنجه و اعدام. بنابراین اینجا بحث دخالت مستقیم نیست، ایالات متحده نمیخواد مستقیما دخالت کنه، اما اگر مردم ایران حمایت لازم رو داشته باشن، ببینید ما باید به اونا کمک کنیم. از نظر تکنولوژیک، VPN، گفتگو در زوم، باید به مردم ایران این فرصت رو بدیم که بتونن با همدیگه صحبت کنن، که بتونن سازماندهی کنن خودشون رو و بتونن که رژیم خودشون رو تغییر بدن. از بیرون از ایران خیلی کارها میشه کرد، کشورهای جهان خیلی کارها میتونن بکنن. باید رژیم رو اون جایی بزنید که دردش میگیره. سپاه پاسداران هست، نیروهای خبیث سپاه پاسداران که به زنها در این کشور تجاوز میکنن، اینها باید پاسخ کارشون رو ببینن. وقتی که پهپاد میفرستن به روسیه
در واقع دارن آزادی رو در مقیاس جهانی تهدید میکنن. اینها باید جواب ببینه و دیگر همکاران من در پارلمان های کشورهای دموکراتیک در اروپا و دیگر کشورهای جهان باید به ما ملحق بشن. باید به مردم ایران این فرصت رو بدیم که آینده خودشون رو انتخاب کنن و البته من امیدوارم که یک آینده دموکراتیک و سکولار باشه و ایرانی ها دوباره بخش از جامعه جهانی بشن. کاملا موافقم با صحبت‌های سناتور منندز. مردم ایران به دنبال دخالت مستقیم خارجی نیستند و متاسفانه بعضی وقت‌ها قاطی میشه این بحث حمایت حداکثری از مردم ایران و مداخله مستقیم. اینها دو چیز جدا هستند. اما درباره سپاه پاسداران فکر می‌کنم چیزی که مهمه اینه که از پایین فشار رو داریم در ایران و این خیلی مهمه که جامعه جهانی هم این موج رو دریابه، متوجهش بشه و از ادامه مذاکره و گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی پرهیز کنه، چون تأمین مالی جمهوری اسلامی به معنی تأمین مالی سرکوب هست. خب فشار روی سپاه پاسداران هست اما کافی نیست. اخیراً بعضی از موارد تحریم رو شاهد بودیم، اما چیزی که به نظر من مهمه اینه که شما اجازه بدید به مردم ایران که آینده خودشون رو تعیین کنن و تصمیم بگیرن. این چیزی که ما می‌خوایم. من فکر می‌کنم وارد بحث بشم، چون خیلی روشنه که ما نقش‌های متفاوتی داریم و باید این رو خوب بفهمیم. خواسته‌ای که از سازمان ملل شده، خواسته‌ای که از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی مطرح شده اینه که تثبیت این رژیم رو متوقف کنید. اما این که میگید برنامه چی هست، برنامه گذار چی هست، اون وقت این دیگه به ما مربوط نیست. این بسته به مردم ایران هست، داخل ایران، دیاسپورا در خارج ایران و البته ما امیدواریم که اونها هم بخشی از این گفتگو بشن. اما این بحثیه که مردم ایران باید تصمیم بگیرن راجبش. البته نکته اینه که نباید این بحث فقط به صورت یک بحث تئوری و نظری باشه، بلکه باید به صورت معنادار باشه. شاید ما بتونیم فضاهای امنی رو ایجاد کنیم برای اینکه این گفتگو درش انجام بشه به نحو معنادار، تا افرادی که اندیشه‌های مختلفی دارن، گرایش‌های مختلفی دارن، دوره هم جمع بشن و بدون اینکه متهم بشن به اینکه تو ضد رژیمی یا طرفدار رژیمی، با هم دیگه بتونن صحبت کنن. ایرانی‌ها همه چی دارن، مغز دارن، فرهنگ دارن، هوشمند هستن، تحصیلات اونجا هست، همه این عوامل هست. بنابراین این دعواهای داخلی که انگار دشمن رژیم نیست بلکه ما خودمون هستیم، این باید متوقف بشه. البته این کار شما ایرانی هاست و اینکه موفق خواهد شد یا نه بعد 44 سال، من 500 متر خونم با مقر شتازی پلیس مخفی آلمان شرقی سابق فاصله داره. سیاست، اقتصاد، سرویس امنیتی، همه اینها در آلمان شرقی با هم دیگه در هم تنیده بود، اما در یک انقلاب صلح‌آمیز همش سرنگون شد و شما نمیتونید بفهمید که چطور میشه. اون لحظه ای که رهبر آلمان شرقی اومد در کنفرانس خبری یه جمله گفت که هیچکی نفهمید، یه دفعه سوء تفاهم شد و یه دفعه شوخی رژیم سرنگون شد. من چیزی که میگم اینه که امیدواری هست، اما هر کسی باید وظیفه خودش رو ایفا کنه و شاید سال بعد ایران بتونه اینجا نمایندگیشو اون کسایی که الان در زندان هستن بر عهده داشته باشن. اینو بگم چرا اینقدر مهمه که سپاه پاسداران تحریم بشه. طبیعتاً سپاه پاسداران یک مافیای مسلح هست که همه جنبه‌های اقتصاد ایران رو در کنترل خودش داره و این البته رژیم رو تضعیف خواهد کرد. اما یک نیاز دیگر هم هست، یک دلیل دیگر هم هست. شما همونطور که میدونید گذار صلح‌آمیز نیازمند ریزش نیروهای سپاه و دیگران در رژیم هست. برای اینکه این تسهیل بشه، بسیار از این المان‌های رژیم رو نمیتونیم که همه اونها رو پاسخگوی جنایت‌های رژیم ببینیم و بدونیم. شما میدونید که در پایان جنگ جهانی دوم محاکمات نورنبرگ رو داشتیم، اما هر کسی رو محاکمه نکردن به واسطه جنایت اون رژیم. بنابراین باید از عدالت در این گذار صحبت کنیم، باید با این قضیه برخورد کنیم. اما این استدلال ها رو وقتی که وارد معادله کنیم، این
تسهیل میکنه فهم ما رو، درک ما رو از اینکه چطور میتونیم این رو ممکن کنیم. هرچی بیشتر سپاه پاسداران تحریم بشه، اعضای اون بهتر میفهمن که دیگه نمیتونیم در چارچوب این سپاه باقی بمونیم و این تسهیل خواهد کرد ریزش اونها رو و پشت کردن اونها رو به سپاه و به رژیم. من خیلی روشن میخوام بگم که سازمان مجاهدین خلق نماینده مردم ایران نیستن. مردم داخل ایران به اندازه کافی شجاعت دارن که نماینده خودشون باشن و ما در تماس مستقیم با اونا هستیم. همونطور که آقای پهلوی و نازنین گفتن، ما در منشورمون خیلی روشن گفتیم که یک دموکراسی سکولار می‌خوایم. اونایی که به دموکراسی اعتقاد ندارن، اونایی که حتی با مردم ایران تعامل ندارن، با ما تعامل ندارن، مستقیم صحبت نمی‌کنن درباره آینده ایران، من خیلی تعجب میکنم که چطور از اینها استقبال میشه در پارلمان‌های مختلف اروپایی یا در کنگره آمریکا. بنابراین این خیلی روشنه. اما چیزی که میخوام بگم درباره تحریم‌ها، صادقانه بگم بعضی از مردم داشتن در خیابون‌ها بعد از توافق برجام جشن می‌گرفتن به خاطر مواهب و فواید این توافق، اما این فواید و مزایا به مردم ایران نرسید، رسید به دیکتاتورها و سازمان‌های تروریستی اونها، حماس، حزب الله، بشار اسد، حسن نصرالله. بنابراین خیلی روشنه که ما نمی‌خوایم که غرب مردم ایران رو تحریم کنه، این خیلی روشنه، اما ما مردم ایران خیلی بهتر میدونیم که اگرچه ما داشتیم از تحریم ها رنج میبردیم، فواید این تحریم ها ببخشید پول و عواید این برجام میرسید به بیش از 50 سازمان مذهبی، از جمله پلیس به اصطلاح اخلاق، از جمله سپاه پاسداران، از جمله پسر خامنه‌ای و پسر خمینی، که هر کدوم اینها واسه خودشون بنیاد دارن و ما بهشون پول میدیم. من نمیدونم چجوری انگلیسی بگم، نمیتونم به انگلیسی بگم که پسر خمینی و پسر خامنه‌ای بنیاد دارن، برای خودشون سازمان دارن و اروپایی ها به واسطه برجام و در پی برجام به اینها پول میفرستادن. بنابراین اون چیزی که مردم رو رنج میده تحریم ها فی نفسه نیست، بلکه فساد آخوند هاست. بنابراین من میخوام که کشورهای غربی همون تو رفتاری رو با خامنه‌ای داشته باشن که با پوتین دارن. آیا شما پوتین رو تحریم کردید؟ پس باید خامنه‌ای رو هم تحریم کنید. اگر پوتین رو منزوی کردید، خامنه‌ای رو هم منزوی کنید. اگر پوتین و روسیه رو از ورزش بین‌المللی بیرون انداختید، همین کار رو باید با جمهوری اسلامی کنید، چون جمهوری اسلامی از ارتش برای طبیعی کردن و طبیعی جلوه دادن این رژیم قاتل استفاده میکنه. صحبت از این شده که به هر حال شما به دنبال نیستین که ائتلافی ایجاد بشه بین اپوزیسیون. تا چه اندازه به این ائتلاف نزدیک شدیم و اینکه خب از دیروز که شما اینجا هستین دیدارهایی رو 100% داشتید با مقامات، چه فیدبکی رو از اونها گرفتید نسبت به خیزش انقلابی مردم ایران؟ من دیدار با مقامات نداشتم، بیشتر صحبت با خبرنگاران در روزنامه‌ها بوده. اون خیلی فرصت هم پیش اومد بعد چند روزی که در یه تور اروپایی هستم. به هر حال نهایتاً درک این که یه ایران متفاوت چگونه میتونه به شکل مثبتی تاثیرگذار باشه در منافع کشورهای غربی، چه از نظر مشکلات مهاجرتی که به وجود میاد در نتیجه داستان نابسامانی منطقه، تهدیدهایی که رژیم میکنه از اوکراین بگیرید تا مسئله اتمی و خیلی مسائل دیگر، و حتی من یه مسئله رو جلب توجه جهانی رو میخوام بکنم، مسئله بحران آب و مسائل اکولوژیک ایران هست. شاید منطقه ما به خاطر این دلایل عدم ثبات پیدا بکنه، این خودش تاثیر منفی در دنیا میشه. با بودن نظام هیچ کدوم این مسائل رسیدگی نمیشه، هر چه زودتر باعث به مسائل پرداخت و با یک تیر چندین نشان زده میشه. این حکومت که بره، خیلی از مشکلات که امروز دنیا باش مواجه است همزمان از بین میره و شرایط رو برای سرمایه‌گذاری در ایران که در ایران تولید اشتغال میشه، منافع اقتصادیش رو فراهم میشه، تامین انرژی که برای اروپا خیلی مهمه، ایران به عنوان یک صادرکننده گاز میتونه برای دهه‌ها تامین انرژی غرب رو تامین بکنه بدون اینکه لازم باشه که هر زمستون که میشه بترسن که آقای پوتین شیر گازو میبنده یا نه. از این لحاظ که نگاه بکنی، منافع جهانیان و منافع مردم ایران با هم دیگه یکیه. تنها چیزی که به نفعش نیست رژیم جمهوری اسلامیه که مشکل برای هر دو تای مون هست. تمام فشار بنابراین هستش که فراتر از مسئله فشار حداکثری
سیاست پشتیبانی حد اکثری رو هم در نظر بگیرن و روی مسائل بحث کنند. در خصوص ائتلاف اپوزیسیون؟ ائتلاف اپوزیسیون هم بین جریانات مختلف الان در حال دیالوگ شکل گرفتن هست. احزاب سیاسی، سازمان‌های سیاسی، افراد مستقل، گروه‌های مدنی، فعالین سیاسی، همه اینا به عناوین مختلف با هم در حال کار کردن هستن. کارگروه های خاص داره به وجود میاد. مسائل فرض کنید چی میگن ترانزیشنال جاستیس به طور مثال مسئله خیلی کلیدی است. در دوران گذار چجوری با این مسئله کار خواهد شد؟ کمیته های اقتصادی تو 100 روز اول بعد از فروپاشی نظام چه اتفاقاتی باید بیفته؟ کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت. کمیسیون های مختلف دارن رو برنامه های مختلف اصلا مکنون کار میکنن. متخصصین همون در این رابطه. مسئله عمده البته نیستش که یک صدایی اپوزیسیون با این به اینکه در اونجایی که اختلاف نظر هست واگذار میشه به مجلس مؤسسان برای پرداختن به مسائل، الان به عنوان یک بخش عمده نیروهای سکولار دموکرات یه جور دارن فکر میکنن و به یه جهت میخوان برن و بنابراین اتحاد مفهوم واقعی پیدا میکنه که بر مبنای یه سری اصول مشترک بتونیم این همسدایی رو پیش ببریم در جهت پشتیبانی از این انقلاب امروزی که ایران مواجهه. خیلی کوتاه، آیا به اون اتوبوسی که گفتین اضافه شده کسی سوار شده؟ دارن میشن روز به روز بیشتر. سپاس.